جاوی هرناندز سرمربی بارسلونا اعلام کرد این تیم با بی‌عدالتی در ال کلاسیکو شکست خورده و تیمش بهتر از رئال مادرید بازی کرد. بایر لورکوزن با تساوی مقابل دورتموند در 45مین بازی متوالی شکست ناپذیر باقی ماند. جاوی آلونسو سرمربی بایر لورکوزن تایید کرد که تیمش به هیچ عنوان نمی‌خواهد شکست بخورد. استفانو پیولی دربی میلان و اینتر را فرصت مناسبی برای کسب برد و رستگاری تیمش می‌داند. اریک تن هاگ سرمربی منچستر یونایتد اعلام کرد که هدف تیمش شکست منچستر سیتی و قهرمانی در جام حذفی است. بتو بازیکن اورتون در بازی مقابل ناتینگهام فارست از ناحیه سر به شدت آسیب دید و از هوش رفت، اما شانداش تایید کرد که وضعیت خوبی دارد. یورگن کلوپ بعد از پیروزی مقابل فولام بار دیگر تاکید کرد که لیورپول تا آخرین لحظه برای قهرمانی لیگ برتر تلاش می‌کند. تیم فوتبال فاینورد با پیروزی 1-0 مقابل نایمخن قهرمان جام حذفی هلند شد. رفتار هواداران رئال مادرید با فلورنتینو پرز در خیابان‌های این شهر باعث شده او در رسانه‌های اسپانیایی با هنرپیشه‌های مشهور هالیوودی مقایسه شود. و اینکه مدیر ورزشی بایر مونیخ شایعات درباره توافق با توماس توخل برای ماندگار شدن او را تکذیب کرد.